انتشار فیلمی در فضای مجازی از بازداشت یک مرزبان ایرانی به دست نیروهای طالبان و ضرب و شتم او اعتراضات و اما اگرهای بسیاری به دنبال داشت در فاصله انتشار اخبار دستگیری و آزاد شدن این مرزبان ایرانی سفارت کشور افغانستان در تهران نیز به طالبان تحویل داده شد سعید بهاری گزارش می‌دهد هرچند برای اولین بار نیست که خبر تنش مرزی میان گروه طالبان و مرزبانان ایرانی انتشار پیدا می کند اما این بار انتشار این خبر با این تفاوت همراه بود که سرباز مرزبان ایرانی به شکل تحقیرآمیزی دستگیر شد و همراه با ضرب و شتم ساعاتی در بازداشت نیروهای طالبان به سر برد و ویدیوی این بازداشت را خود سربازان طالبان منتشر کردند روایت های دو طرف از علت این بازداشت متفاوت است و هر دو سوی نزاع تلاش می کنند روایتشان را از حادثه به نفع نیروهای خودشان تغییر بدهند. طالبان میگوید سرباز مرزبان ایرانی با راننده افغانستانی بدرفتاری کرده است و مرزبانی ایران میگوید در حین بازرسی از یک خودروی سواری حامل مواد مخدر خودروی مذکور به سمت مرزبانی طالبان متواری شده است که از غذا سرباز ایرانی در این هنگام داخل خودرو مشغول بازرسی بوده است در هر صورت ساعتی پس از انتشار ویدیوی ضرب و شتم سرباز مذکور ویدیوی آزادسازی او همراه با اهدای گل و شیرینی از طرف طالبان و تقدیم آن به طرف مرزبان ایرانی قائل ظاهرا ختم شده اعلام شد اما پرسش های فراوانی درباره جزئیات این حادثه و نیز ادعای اقتداری که نظام ایران دارد بی پاسخ ماند همزمان در تهران ساختمان سفارت افغانستان تحویل دیپلومات های گروه طالبان گردید و عکس پایین آوردن تصویر احمد شاه مسعود از دیوار سفارت افغانستان در تهران و عکس دست جمعی دیپلومات های نظام ساقط شده که آخرین ساعت حضور خود را ثبت کردند همراه با عکس استقرار دیپلومات های طالبان در این ساختمان همه و همه حکایت از آن دارد که هرچند طالبان رسما از سوی ایران به رسمیت شناخته نشدهاند اما تحویل ساختمان سفارت افغانستان به طالبان گامی است برای حرکت به این سو سعید بهاری اخبار شیه